سلام میکنم حضور دوستان و مهمانان گرامی و خواهر مریم عزیز. من کبرا جوکار هستم. 6 سال در زندان‌های رژیم بودم. در نیمه شبی که به خونه ما حمله کردند، در حالی که مرا دیدند که باردار هستم، چند پاسدار سرم ریختند و شروع به ضرب و شتم کردند، طوری که پیرمرد همسایه فریاد میزد مگر نمیبینید که او بارداره. مرا از خونه در حالی که سر و صورتم رو پیچیدند به زندان اوین و کنار اتاقهای شکنجه انداختند. ساعتی بعد که به هوش اومدم منو به زیرزمین بند 209 بردند و در حالی که در سلولی که چشمندم رو باز کردند دیدم که 4 پاسدار نقابدار و شکنجگر مشغول کاب زدن همسرم هستند. البته من رو هم جلوی اون شکنجه کردند تا اینطور با عواطف افراد اونها رو به تسلیم بکشونن. اما زهی خیال باطل. چند روز بعد زمان اعدامش شاهد بودم که اون رو همون شب همراه 75 نفر دیگه تیربارون کردند و بعدش پاسدار شکنجگر گفت میخواستم که هرگز فرزندش رو نبینه. روز 20 بهمن 60 وضعیتم بحرانی بود. باید من رو بیمارستان میبردن. این رو هم بگم که 1 هفته قبل یکی از همبندیهام به نام پروانه، در حالی که باید برای وضع حملو رو به بیمارستان میبردند و این کار رو نکردند، همراه فرزند به دنیا نیامده اش شهید شد. تا جایی که میدونم رژیم 50 زن باردار مجاهد رو اعدام کرده. از جمله اونها که از نزدیک میشناختم معصومه عزیزم، خواهر مریم، که یک شب او رو زخمی مجروح به بند آوردند و صبح برای اعدام بردند. همینطور سیما احمدی که همراه با فرزند به دنیا نیامدهش تیرباران شد و زهرا بیژنگیار که ابتدا فرزندش در شکم مادر شهید شد و بعد مادرش رو شهید کردن. پاسداران از ترس تکرار این جنایت من رو به بیمارستان بردن و بعد از تولد بچه علی‌رغم وخامت حال و مخالفت دکتر من رو به زندان برگردوندند و در بندی که خواهران عزیز و شهیدم مریم پروین و نادیا کاویانی در حالی که پاهاشون و انگشتانشون از شدت شکنجه سیاه و قطع شده در بانداج بود از من پرستاری میکردند. در زندان شیر و غذا برای بچه ها نمیدادند. همبندی های من سهمیه 2 عدد قند روزانشون رو به من میدادند تا بتونم نوزادم رو تأمین کنم. در بند عمومی هیچ خبری از دکتر و دوا برای بچه ها نبود. یک بار فرزندم به سختی مریض شد و تا دم مرگ رفت که مجبور شدن نهایتاً یک دکتر زندانی او رو ببینه. در بند عمومی با جمعیت 750 نفر که به واقع گنجایش 70 نفر رو هم نداشت، در بهترین وضعیت آب هر 10 روز یک بار به مدت 1 روب گرم می شد که با حدود 50 بچه باید اونا رو در همین زمان بندی حمام می کردیم. این کار فقط با برنامه ریزی دقیق و کار جمعی مادران ممکن می شد. اغلب این بچه ها پدر یا مادر و یا هر دو اعدام شده بودند. یک بار زندانبان نوزاد 3-4 ماهه ای رو در سلول ما رو باز کرد و پرت کرد تو بغل بچه ها. از فشردگی جمعیت جایی روی زمین خالی نبود. این بچه که مادرش شهید شده بود از شدت گرسنگی و بیماری در حال مرگ بود که من هم اون رو همراه نوزاد خودم نزدیک به 1 سال رسیدگی کردم. بازجویی از کودکان هم وجود داشت. در بند 246 خواهری به نام شایسته بود. یک بار دختر 6 سالش با وحشت از بازجویی برگشت و به مادرش گفت که او رو به صندلی تناپیچ کردن در اتاق تاریکی و گفتند یا اسم دوستان مادرت رو میگی و یا
انقدر در اینجا میمونی تا بمیری. اینچنین سالهای زندان گذشت تا سال 64 ما 150 نفر بودیم در بندهای دربسته اوین که فشارها زیاد و حملات مستمر گله‌ای پاسداران به بند همیشه بود. نهایتاً مجبور به متفرق کردن ما شدند و تعداد معدودی به شهرستان ها رفتیم که من سال 66 به دلیل بیماری های زیاد تونستم بیرون بیام و همزمان با کمک هواداران از کشور خارج بشم. و اما یک سال بعد همه اون خواهران عزیزم که در بند با هم همسلول بودیم در قتل عام 67 شهید شدند. از جمله اشرف احمدی و شهلا شهدوس که فرزندانشون در زندان به دنیا اومده بودند، منیره رجوی که دو دختر کوچک داشت، شهلا کوهستان که فرزندش رو در زندان مدت‌ها نزد خودش بود، خواهران دیگرم دکتر شورانگیز کریمیان، دکتر زهرا شب زنده‌دار، دکتر حوری بهشتی تبار، مریم گلزاده قفوری، زهره عین‌الیقین، اعظم تاغدره، مریم توانایانفرد، قدسی هواکشیان، مهری عطایی و خواهرش سهیلا که یک چشمش از شدت شکنجه کور شده بود، هما رادمنش، آفاق دکنما و هزاران هزار که از نام مقدس مجاهد خلق دفاع کردند. و اما حرف آخر و مهمترین حرف این که ریشه های امید بی پایان ما در تمامی لحظات نفسگیر شکنجه و زندان، ایمان به برادر مسعود و خواهر مریم و آرمان آزادی اونها بود که بجنگیم تا پیروزی. متشکرم.